گفتگو میکنم با عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا. سلام میکنم به شما آقای اسماعیلی. چرا علی‌رغم مخالفت سازمان عفو بین الملل و 160 سازمان خیریه مهاجر و سازمان غیر دولتی باز همین قانون تصویب شد؟ سلام خدمت شما و بینندگان شما. ببینید در این اواخر چند تا موضوع هم پیش آمد. اول موضوع کرونا بود که متاسفانه اقتصاد خیلی از کشور از جمله اروپا را ضربه زد، و بعد از آن جنگ اوکراین و همچنان بحران های دیگه ای که در دنیا با وجود آمد. موضوعی که خیلی این موضوع جدی و حاد کرد این بود که احزاب پوپولیست یا راستگرای افراطی در اکثر کشورهای اروپایی به قدرت رسیدن، مانند ایتالیا و بعضی از کشورهای دیگر، و اینها وعدهشان به مردم همین بودند که بتوانند جلوی مهاجرت های غیرقانونی را بگیرند و از هجوم سیلاسای مهاجرین جلوگیری کنند. از این رو بودن که اینا تلاش کردند تا این مصوبه بالاخره اینا به پارلمان بکشند و بعد از جنجال های خیلی زیاد برای تصویب بکنند. بله، به نظر شما در آینده این قانون تصویب خواهد شد یا شکل سختگیرانه تر و یا آسان تری به خود خواهد گرفت؟ خب همونطوری که در گزارش شما اشاره شد، تمام سازمان های حقوق بشری، مخصوصا سازمان هایی که برای مهاجرین فعالیت میکنند و حمایت میکنند از حقوق مهاجرین، اینها سر در سر تا سر اروپا فعال شدند و فعال بودند، و اینا کوشش میکنند که جلوی تصویب این قانون در شورای اروپا و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بگیرند. اما این که آیا اینجا چقدر میتونن موفق شوند یا نشوند جای سوال است و باید منتظر بمانیم. اما از آن جایی که فعلا افکار عمومی و تعداد زیادی از کشورها، مخصوصا دولت‌هایی که فعلا سرقدرت هستند، احزابی که سرقدرت هستند در خیلی از کشورها مانند ایتالیا، اینها در پی این هستند که این قانون به تصویب برسد و بتونن این موضوع را عملی بسازند. چون واقعا کشورهای مانند ایتالیا و یونان که در خط مقدم مهاجرت قرار دارند، اینا خیلی تحت فشار فزاینده قرار دارند و مردمشان هم بر دارن از دولت هایشان در این قسمت کار جدی انجام. و خیلی از کشورهای اروپایی دیگر که کمی تر هستن از خط مقدم، اینها متاسفانه مهاجرت نمیپذیرن و تمام بار افتاده بر دوش کشورهای مانند ایتالیا و یونان، و اینا به خاطر اینکه بتونن این بار از سر دوششان بردارن و اعضای کشورهای اتحادیه شریک بسازن و بتوانند یک مقدار از این بار کاهش پیدا بکنند از دیر این بار، اینا تلاش دارن که این قانون رو به تصویب برسانند. بله، متشکرم از شما عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا.